کلیپی هست. من این رو خواهش میکنم که مسئولین امارات اسلامی طالبان این کلیپ رو دقیق ببینن، که حتما دیدن، دقت بکنن. امروز جنگ رسانه‌ای است. امروز دهه 90 نیست که اینترنت نبود، موبایل های پیشرفته نبود. همونطوری که در شروع صحبت ها عرض کردم خدمت شما عزیزان که هر شهروند امروز یک خبرنگار است، یا برای شما یا علیه شما. کوچکترین حرکتی که طرفداران شما یا منصوبین شما انجام بدن توسط شبکه های مختلف، خاصتا شبکه های دشمن اسلام و مسلمانان، رصد می شود و به شکلی وارونه در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد، که شاید زمانی شما نیاز پیدا بکنید که میلیون ها خرج بکنید، ساعت ها برنامه بگذارید تا این تصویر ذهنی مخشوشی که از شما در اذهان مردم نقش بسته است این را برطرف بکنید. یکی از وظایف مهم رسانه ها تغییر تصویر ذهنی مخاطبین است. همین وحشتی که در دل مردم در مورد آمریکا ایجاد شده است، این تصویر ذهنی است که مردم از آمریکا دارن بر اساس فیلم ها، بر اساس هزاران فیلم و سریالی که از طریق هالیوود و غیره مؤسسای رسانه‌ای آمریکا در بین کشورهای اسلامی پخش شده، که به مجردی که یک سرباز آمریکایی رو ببینن همه فکر میکنن که رامبو است، در حالی که صدها سرباز شما در عراق و افغانستان در جای دیگه دیدیم که از دست مجاهدین گریه میکردن و فرار میکردن. و این تصویر ذهنی که از شما ساختند، البته اشتباهاتی که بعضا خود شما انجام دادید، ما شاهد بودیم که در دهه 90 طالبانی نیستن که امروز ما دیدیم. خیلی از اشتباهات را مرتکب شدن در برخوردشان با مردم، در برخوردشان با کشورهای همسایه، در برخوردشان با کشورهای بین المللی، در برخوردشان با آحاد جامعه دچار اشتباهاتی شدن که در طی این 20 سال نتانستن که این اشتباهات رو یا این تصویر ذهنی که در ذهن مردم بود دور بکنن. و این رو میطلبد که در رسانه ها، در سوشال میدیا، در کانال های تلویزیونی. من واقعا حسرت میخورم، متاسف هستم که امروز کانال های مانند تلویزیون ملی، تلویزیون یک، تلویزیون طلوع، آریانا، آریانا نیوز، طلوع نیوز، همین تلویزیون ها در کابل در خدمت شما هست، اما کجا هستن فعالین رسانه شما که از این منابع استفاده بکنید؟ والله فردا پشیمان میشوید، فردا چیزی از شما به نمایش میگذارن در دنیا که اگر سالها کوشش بکنید و پول خرج بکنید، وقت خودتان رو خرج بکنید، نتوانید که این تصویر ذهنی رو دور بکنید. کلیپی هست از خبرنگار CNN، همون قسمتی که یکی از افراد منصوب به طالبان هست با یک قمچین به دست، همین صحنه رو دوستان پخش بکنن. America's last foothold in Afghanistan is now guarded by the Taliban. And I see the Taliban all over. Don't allow anyone. We've come to Kabul's airport to see the gauntlet people must pass through to fly out. You can hear gunshots every couple. Quickly, we are accosted by an angry Taliban fighter. Can I ask you a question? Excuse me. He says first. Cover my face. Cover. Okay. Cover my face. What is this? He told me to cover my face, but he doesn't want to comment on that truncheon he's carrying. The fighter tells us these chaotic scenes are the fault of America. The cause of all this is America. I mean, and the coffee was shut. ببینید دوستان، اگر فرض کنیم 300,000، 400,000، 1,000,000 طالب مسلمان مخلص با اخلاق با تربیت وجود داشته باشد و این یک نفر این قمچین یا این سیم رو به دستش گرفته است و مردم رو میزند، و ببینید که این خبرنگار تلویزیون CNN دقیقاً به دنبال همین صحنه است و همین صحنه رو فیلمبرداری میکند و به مردم جهان نشان میدهد که ببینید اینها هستند طالب ها. شاید هزاران مورد مثبت و خوب وجود داشته باشد در خط شب،
اما به اونها توجه نمی کنن. تنها چیزی که به نمایش داده می شود و به مردم دنیا نشان داده می شود این صحنه است که این شخص قمچینی یا سیمی به دست گرفته است یا کابلی به دست گرفته است و مردم را می زند. مسئولین طالبان اگر این انسانهای جاهل، این انسانهای نادان و این انسانهای وحشی را جلبشان را نگیرند، همون بلای سر همون انسانهای خوب شما هم خواهد آمد که در دهه 90 آمده بود. در کجای اسلام گفته است که تو به عنوان یک مجاهد، به عنوان یک سرباز، به عنوان یک نگهبان، به هر عنوان، عالم دین، حاکم، ملا، پادشاه، خلیفه، امیرالمومنین، قمچین بگیر و مردم را بزن؟ هیچ کس این حق را ندارد. هیچ کس این حق را ندارد که مردم را با قمچین بزند، با کیبل بزند، با سیم بزند. اگر طالبان واقعا حکومت اسلامی میخوان، عدالت میخوان و میخوان که مردم افغانستان آن خاطره های زشت و بدی که در اذهانشان هست دور شود، مثل این انسانها را باید در ملأ عام با همون کیبل، با همون چوب، با همون سیمی که در دستش هست در ملأ عام شلاق بزنن و اعلان بکنن برای مردم که ای شهریان کابل، یک نفر از منصوبین ما، یک طالب، یک نفر از ما همچین جنایتی کرده است، یک کیبل به دست گرفته است و مردم را زده است و به خاطر همین جرم جنایتش امروز در ملأ عام با همون کیبل محاکمه می شود. اگر این کار را نکنید، اگر این گونه عدالت را در جامعه برقرار نکنید، همان سرنوشت دهه 90 دامنگیر شما خواهد شد. شما تصور نکنید که در اون زمان اینترنت نبود، این همه تلفن، حالا نه، همه مردم دارن. کوچکترین حرکت بی جایی که شما انجام بدهید توسط تلفن ها ضبط بر رسانه‌های دشمن شما فرستاده می شود و آنقدر به آن می پردازن که، یعنی همونطوری که عرض کردم، اگر شما میلیون ها خرج بکنید نمی توانید این رو از اذهان عمومی دور بکنید. تصویری است از یک زن در استادیوم کابل از زمان امارت اول که با گلوله بر سرش می زنن و او را اعدام می کنن. ما خبر داریم که جریان اون زن چیست. با یک تاکسیرانی دوست شده بود، بعد او رو به خانه دعوت کرده بود، شوهرش را کشته بود، بعد شوهرش را تیکه تیکه کرده بود، در تشناب یا توالت خانه جسد او را انداخته بود. جنایتی که اصلا یک جنایت غیر بشری، غیر انسانی. اما هیچ کس این جنایت آن زن را ندید و نشنید. شما اگر میلیون ها بار تکرارم بکنید کسی ندید. اما تصویری که در منشورات حقوق بشر، در منشورات نمیدونم سازمان های دفاع از حقوق زن، سازمان های دفاع از حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان فلان و الان، همین تصویر کشتن این زن بود که در استادیوم کابل با یک گلوله در سرش اعدام شد و گفتم ببینید طالبان چگونه با زنها برخورد میکنن. اما کسی نپرسید که این زن گناهش چی بود. چون دو مشکل بزرگی که طالبان دارن، یکی از همین چنین حرکت های فردی که در بین اینها صورت میگیرد جلوگیری نمیکنن. این شخص، همین شخصی که در این تصویر CNN دیدید با این کیبلش، اگر طالبان جلوی همچین شخص اشخاص را نگیرن، همونطوری که دزدان رویشان را سیاه میکنید در شهر میگردانید تا کسی جرأت دزدی نکند، همونطوری که قاتلین را میگیرید تا کسی دیگر قتل نکند، راهزنان را میگیرید تا کسی دیگر راهزن، جلوی این افراد را بگیرید که به خدا خطر اینها برای شما و برای حکومت اسلامی از خطر هزاران دزد و راهزن و زناکار و شرابخور و قطاع طرق بدتر است. اینها اسلام را بدنام میکنند، اینها قرآن را بدنام میکنند، اینها پیامبر را بدنام میکنند، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بدنام میکنند. همه مردم میگن ببینید، آه ببینید، این اسلام است، این وحشت و بربریت مسلمان هاست. و این موضوع خیلی مهم هست و من عمدن این کلیپ را نشان دادم تا مسئولین طالبان جلوی این گونه افراد را بگیرن، مثل یک دوز، مثل یک قاتل طریق، مثل یک زناکار، مثل یک شرابخوار با این گونه افرادتان هم برخورد بکنید تا واقعا مردم باور بکنن که شما تغییر کردید، واقعا مردم باور بکنن که شما عدالت میخواهید در کشور. امروز باور به خدا بکنید که من در همین چند روز ده ها نفر تماس گرفتن، من ساعت ها وقت گذاشتم
به خاطر اینکه او را قانع بکنم که بابا جان به خاطر همه با وجود همه بدیهایی که امروز این طالبان دارن، اینها از حکومت گذشته بهترند. اگر اینطوری است، اگر فلان است، اگر این است، اگر آن است، هر چی که هست، اینها از آن حکومت بهترند. من در شروع صحبت ها گفتم که اگر دو گروه مسلمان، یکی دوست مسلمانان، یکی دشمن مسلمانان، با هم دیگر درگیر می شوند، اگر آن گروهی که دوست مسلمان هاست یا حداقل با مسلمان ها دشمنی ندارد پیروز می شود، ما به عنوان مسلمان باید خوشحال شویم. و اگر شکست می خورد، به عنوان یک مسلمان باید ناراحت شویم. این جزء مسائل اعتقادی ماست. و آیات سوره روم را برای شما عزیزان بیان کردم. پس نصیحت ما برای سران طالبان این است که اولا یک یونیفرم ویژه‌ای برای کارمندان نظامی خود داشته باشید که فرق بین طالب واقعی و طالب ساختگی معلوم شد. متاسفانه در کشور ما ریش اکثرا دیکور است، یعنی هر کس قماربازم هم ریش دارد، زناکارم هم ریش دارد، دزدم ریش دارد، نوکر آمریکا هم ریش دارد و مسلمان و عالم و ملا طالب هم ریش دارد. فقط کافی است که یک عمامه بپوشه، یک پتو هم به سر شانه بندازه، یک دادسن هم سوار بشه پشت خانه مردم بیاید که من طالب هستم، یالا بدید پول زیورات دارم. بعد فردا کی نام بد میشود؟ اسلام. آ ببینید این مسلمان ها که ادعای اسلام میکردن، شریعت میکردن، چی کار کردن؟